دریا صفایی دختر دریادل ایران شاه ساده رضا پهلوی به ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات پارلمان اروپا به نامزدهای حامی مردم ایران رای بدهید دریا صفایی برای بار دوم کاندیدای نمایندگی مجلس بلژیک شده است انتخابات بلژیک در نهم ژوئن بیستم خرداد ماه امسال برگزار می شود در یا در خرداد پنج سال پیش از طرف مردم بلژیک به نمایندگی مجلس آن کشور انتخاب شد او در این پنج سال تلاش های زیادی در حمایت از مردم ایران انجام داد پس از سرکوب اعتراضات مردم ایران در آبان 98 در یا صفایی در محکومیت کشتار وحشیانه معترضان در ایران به امضای اکثریت نمایندگان مجلس بلژیک رساند او همچنین بانی قطنامه در مجلس بلژیک شد که خواهان آزادی دکتر احمد رضا جلالی است که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و به اعدام محکوم شده است در بهار و تابستان سال 1401 با طرح مسئله الله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در پارلمان بلژیک دریا صفایی مانع از آزادی او شد بر اثر دخالت پارلمان بلژیک دولت آن کشور نزدیک به دو سال نتوانست الله اسدی را آزاد کند در جنبش زن زندگی آزادی در نقش مهمی در حمایت چهره های سیاسی آن کشور از انقلاب ملت ایران داشت همه 14 نماینده مجلس بلژیک که کفالت سیاسی چند ده زندانی سیاسی ایرانی محکوم به اعدام را بر عهده گرفتند با درخواست مستقیم دریا از آنها این کار صورت گرفت اعتراض دریا به صدور ویزا برای زاکانی شهردار تهران منجر به استیضاح وزیر خارجه بلژیک شد و دولت بلژیک را در آستانه سقوط قرار داد و شهردار بروکسل که مسئول دعوت زاکانی بود مجبور به استعفا شد در سال 2024 طرح دریا برای تروریستی شناخته شدن سپاه به کمیسیون امور خارجه آن کشور فرستاده شد. نخست وزیر بلژیک الکساندر دیکرو در پاسخ به این طرح اعلام کرد که بلژیک از اتحادیه اروپا خواهد خواست که سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد. این درخواست در نشست آوریل 2024 وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح شده و قرار شد بررسی شود. فعالیت‌های سیاسی دریا با انتخابش به نمایندگی مجلس بلژیک آغاز نشده است. دریا هنگامی که در سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران بود، از سازمان دهندگان اصلی قیام دانشجویی 18 تیر بود و در پی سرکوب آن قیام به زندان افتاد. دریا پس از خروج از کشور به همراه همسرش سعید بشیرتاش به بلژیک رفت و پس از پایان تحصیلاتش در رشته دندانپزشکی همراه او چهار کلینیک دندانپزشکی به راه انداخت اما به عنوان فعال حقوق زنان همزمان فعالیتهایش برای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه را آغاز کرد دریا در کشورهای مختلفی نسبت به منع ورود زنان به استادیومهای ورزشی در ایران اعتراض کرد دریا صفایی به سبب همین اعتراضات پیش از ورود به مجلس بلژیک به یک چهره بین المللی هم در میان ایرانیان و غیر ایرانیان تبدیل شده بود فعالیت های دریا خیلی زود باعث شد تا او و مسئله منع ورود زنان به استادیوم های ورزشی در ایران به موضوع مورد بحث رسانه های جهانی تبدیل شود او در بسیاری از مسابقات تیم ملی ایران از شعار بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه شوند استفاده کرد اکنون در یا نفر سوم لیست نمایندگی مجلس حزب NVA از غستان براباند فلاندر بلژیک است در صورت انتخاب دوباره دریا به نمایندگی و شرکت حزبش در تشکیل دولت آینده این کشور دریا نقش تعیین ای در حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی می میتواند ایفا کند دوستان در پایان ازتون میخوایم لطفا پست ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان دیگتون هم معرفی بکنید زنگوله کناریش رو بزنید تا هر وقت پست جدید براتون آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد روز و روزگارتون خوش